درود فراوان به مردم عزیز ایران زمین، مردم گیلان، مردم لاهیجان، مردم شمال، مردم آذربایجان، مردم لرستان، مردم خوزستان، فارس، سیستان و بلوچستان، همه جای ایران. درود فراوان، درود خدا بر شما باد. واقعا آدم دوست داره یک روز بیاد اینجا ببینه تمام مردم ایران در شادی، غرق در شادی و در خداوند دارن زندگی میکنن. چه لذتی میبره آدم اون روزا واقعا. ولی برنامه رو با دعای آغاز میکنیم. خدایا شکرگزار و سپاسگزاریم برای این برنامه خداوند. شکرت میکنم که خداوند یک روز دیگر وقتی به من دادی تا خداوند بتونم نام تو رو جلال بدم. ای قدوس، ای روی پاک قدوس مسیح خداوند، هر چیزی که از زبانم بیرون میاد ای خداوند نام قدوس تو رو جلال بده. شکرت میکنم به خداوند امروز من هدایت و حمایت بکن به نام عیسی مسیح، آمین. خب گیلانیان عزیز، امیدوارم که هر جای ایران زمین عیسیش میاد خوش بگذاره، چون گیلانیان فقط که در گیلان نیسنگه، در تمام دنیا پراکندن. ولی خب هر جای ایران که عیسین، امیدوارم که خوش بگذره، امیدوارم که روز شب خوبی بدارین. در نام خداوند ما عیسی مسیح ایمان داریم که یک روزی عیسی مسیح خداوند ایران نجات دینه و ما با شادی و هللویا گویان به سوی خداوند شنیم و در سرزمین ما همه خداوند پرستش کنیم و برکات و نعمات خداوند بیش از بیش در کشور ما مثل باران رحمت بارنه. اینه ایمان دارم، چون این گفته خداوند در ارمیای 49 که خداوند گونه ایرانین همه پراکندن ولی یک روزی همه جمع کنم ببینم تر ایران و تخت پادشاهی خودم رو در ایران برقرار کنم، در ایلام. اون موقع در کشور بزرگ بود، کشور ایلام قسمتی از ایران بود، ولی خداوند گونه ایلام یک روزی ایران بلند کنم و تخت پادشاهی خداوند در ایران برگزار بنه. اینه اعلام بوده، خود خداوند اعلام بوده. ما همه ایمان داریم به خدا، ایمان داریم، کاری نداریم که همه رو بیراه کشنن. الان روزا روزایی است که آدم فهم، آدم بیشتر بفهمه، بیشتر درک بکنه. ولی مثلا در فیسبوک بدیم که همه مردم غمه بیتن خوشون سر، واقعا یک غمه بیتن، غمه صادر کنم برای عراق و برای سوریه که در عاشورا مثلا بزنم خوشون سر میانه. بابا با خون ریختن من و تو خدا از ما راضی نبنه، حتی من خودم بکشم و قربانی بکنم خدا از من راضی نبنه. باید اعمال من خوب ببون، فرایز مذهبی به جا آوردن، شریعت به جا آوردن به هیچ جا نرسنه. اصلا بوزی برنامه ایمو یه چیزی دیگه بود، اصلا یه چیزی دیگه خدا با ما هدایت کرده. بعدم در فیسبوک بچه خیلی کوچک یک ساله غمه زیاده اون سره، آدم واقعا آدم دل اصلا پرپر بنه وقتی یک بچه کوچک تو با غمه زیاده اون سره خون باره. این چی نشون دینه ما ایرانین دونی چی بودیم؟ یه چیزی غفل آگودیم در کله ما و نخنیم این غفل باز کنیم و بفهمیم واقعا و واقعا نخنیم، مثلا آگاهی بداریم، حقیقت از حقیقت گریزانی، مثلا نخنیم حقیقت در زندگی ما وارد بون. همیشه از حقیقت گریزانیم، همیشه به چیزهایی دست نینیم که اصلا هیچ فایده برای زندگی ما ندنه. کجای دنیا کدوم دین این قبول کنه که تو غمه زدن در سر خودتو مثلا بگو آقا چیز خوبی سی؟ آخه چی بمو مثلا غمه از یعنی تی سر میانه، سر شکافنی، بعد خون از تمام تیر سر کله عینی آدمایی که مثلا بابا اگه این مردم دنیا نیا کنن، همه این مردم دنیا بالاخره سری هر کشوری برای خودشون خدا پرستن، خدا رو دونن چیزی
ولی نه اینکه بخوام خودشون رو تیک پاره بکنن برای آدمای مرده. نه تازه برای خدا که نگه، برای آدمای مرده. یعنی باید در فیسبوک بمیشه بود من ندونم مرد بزرگی که در این ما با ما فلان بچار بوده. من نخوانم در هیته دین بوشم، نخوانم هیچ دین محکوم بکنم، هر که هر دین دنه، ولی بوشم بخونه خوش دین بینه واقعا کتابی که دنه، دینی که دنه چی بهش تعلیم بده. ما تعلیمات هر دینی مهمه که باید چی تعلیم دینه به تو. ولی اینه واقعا موینه بدیم در فیسبوک واقعا ناراحت هم. اگه یه بچه کوچی که یک ماه مثلا تو بزنی اونو سر میانه، آیا تو راضی هستی که تی زک یک ساله بگیری بزنی با غمه اونو سر زکی که الان نفهمنه چیزی؟ اصلا زک نفهمنه چی چیزی که برای چی اونو سر زیاده دیگه؟ به قول در اعمال رسولان در 28-26 گونه روح القدس چه خوب به اشیای نبی گفته است. به قوم من بگو که میشنود و میبیند اما نمیفهمد. ما الان قوم انتخاب شده خداوندیم که خداوند ما را نجات داده. تمام چیزهای خداوندی دیداریم باییم از قبول نکنیم. شنیم برای مرد پرستی گونم که یه چیزی در ذهن ما غفلا بودیم، نخنیم این غف باز بونه. از حقیقت گریزانیم به طور کل. حقیقت نخنیم وارد خانه های ما بکنیم. ببینیم حقیقت چیسته. اما نمیفهمن چون دلتان سخت و گوشتان سنگین شده است. واقعا دلهای ما، واقعا دلهای ما سنگی بوبو. چشمانتان را بروی معرفت خدا بسته اید. اینو خدا گوته داره. چیزهای معجزات خداوند نگاه نکنین. خدا را نپرستنیم. شنیم مرد پرستی کنیم. شنیم چوب پرستنیم. شنیم دیوار پرستش کنیم. شنیم دست ما رو به هر جا زنیم بجز به صورت و خداوند. دست ما رو به هر جا درازا کنیم ولی بر سوی خدا درازا نکنیم. چون نمیخواهید ببینید و بشنوید و بفهمید و به سوی من بازگردید. خدا گونه نخنیم شمو واقعا حقیقت نخنیم بفهمید. نخنیم چیزایی که موش میبکردم باور بکنین. اینقدر دست به سوی چوب و دیوار و مرده دراز نکنین. به سوی خدایی بلند بکنین که خدایی که شمر دنیا برده، خدایی که شمر حفظ کنه، خدایی که شمر برکت دینه. معجزات خداوند تینین بینین. چون نمیخواهید ببینید بشنوید و بفهمید و به سوی من بازگردید تا شما را شفا بخشم. خداوند گونه امروز به سوی مو باز بگرد که مو تا شفای روحی، شفای جسمی، شفای مادیات، شفای آرامش به تو بدم. اینقدر به در دیوار نشیم تکیه نکنیم. تا کی خنیم که به قول یه نفر گفتم که ایرانی الان از کتاب گریزونن، از خدا گریزونن. یه نفر بوده که بله مو کتاب خونم، چقدرم کتاب خونم، ولی چی فایده دنه؟ مو کتابای علمی خونم، علم من بالا بینم، ولی کتاب دینی خودم رو نخونم که ببینم چی تعلیمی به مو بده. علم من خودم خنم بالا ببرم، ولی اون کتابی که در دین نیستم، او دین رو تعصب خودم یا رو ترس یا روی که اصلا نخنیم بفهمیم از حقیقت گریزانیم به قول خداوند و گوشه های ما رو دبدنیم، چشمه های ما رو دبدنیم که اصلا نشتویم نه ببینیم از این چیزها رو، چون از حقیقت گریزانیم.
هزارون کتاب در کتابخانه ما هست میخوانیم، ولی کتاب دینی خودمون را نمیخوانیم که توی تعلیماتش چیست. عیسی مسیح بفرماسته که میوه از درختش شناختن و هر دینی شن از تعلیماتش شناخت. شناخت هر دین از تعلیمات اون کتابشنه. به هر حال روزا روزای سختی است. واقعا روزا روزای سختی است. روزا روزای آخره. همه شواهد نشون داده که روزا روزای آخره. طوفانهایی که انه، زلزلهایی که انه، سابقه ندنه. طوفانی با 345 مایل، یه چیزی روزی 600 کیلومتر با. ست طوفان الان با ما. یک تا اولی بازی تگزاس داغونا بوده، دومی بازی مدونم بالاتر اتلانتا و اورار خربا بوده، سومی بازی پورتوریکو را اما داغونا بوده، هنوزم ادامه دنه. جو زمین از بین بوش و برای اینکه آدمایی مثل رهبرای کره شمالی دنیم که بمبای اتمی در دریا در زمین هی آزمایش کنن، تمام محاسبات زمین با هم زنن اصلا. زمین لایه به لایه ده، تمام محاسبات زمین با هم زنن. تازه گونه که همین آقا تازگی گونه که چون شما گونه های مچره کار کردن مای باعثی یک بوم بیده بتر کنم مای که بوم غوی ترین بوم بیسه که تالامو بتر کنم مای سابقه ندنه. ما با آدم های دیوانه مثل ایشون روبرویم. امروز باعثی باییم به دست به او خدای زنده دست نیاز ما درزا کنیم که فقط او تین ما رو حفظ بکنه، فقط خدا دین ما رو حفظ بکنه. غلاطیان 4:7 میگه با این حال مسیح طبق صلاحیت خود از دولت کرم خیش به هر یک از ما فیض خاصی بخشیده است. در کتاب زبور داوود نیز درباره مسیح پیشگویی شده که وقتی او پس از مرگ زنده شده شیطان را مغلوب ساخته و ظفرمندانه به آسمان بازگشته و به مردم هدایا بخشید. عیسی مسیح همین جوری که بوش و بالا همین جوری من زیر. میدونی چرا؟ دیروز یک برنامه نو که گفت که ادیان در رابطه با ادیان بود، بعد گفتن که سوال ای بود که در ادیانون بمانه که هر پیغمبری گونه که بوشوی با آسمان گونه بوشوی با آسمان، ولی اول سوال اینه که افسانه ایسته که همه دینون گوترنه که هر کس پیغمبری بوشوی جور. مال ما افسانه نیه، همون جوری که عیسی مسیح از آسمان به ما و نطفه زمینی نداشت بلکه نطفه آسمانی داشت، روح القدس بود، همین جوری هم 500 نفرم بده که بوشو جور، همین جور که بوشو جور خداوند بود و همین جوری منم هم زیر. کلن زمان آخره، تا فرصتی که دانیم خودمون نجات بدیم، تا فرصتی دنیم. بعضی حتی در مسیحیت هم خیلی انگونن اون مسیحه می، خیلی انگونن که ما به خدا قدرتی دنیم خیلی زیاد. بشیم یه سرودی بشنویم بایم این کسایی که اونم اون مسیحه می، بعد شمیه با صحبت کنم.
با درود دوباره به ملت عزیز ایران، مرسی که به ما گوش میدین. غلاطیان 4:17 من میگم افسسیان خوندم بجای اون، میگه که شما غیر یهودیان بیش از آنکه خدای حقیقی را بشناسید خدایان خیالی خود یعنی بت‌ها را بندگی میکردید. همینی که اول امروز ثبوتم، برای اینکه ما به جایی که به خدای حقیقی دست بنیم شنیم بر بتون دست بنیم. اما اکنون که خدای واقعی را یافته ایم، الان که ما مسیح هستیم و خدای واقعی را یافت بودیم، یا بهتر بگویم خدای شما را یافته است، خدا شما را یافته است، چرا باز میخواهید بنده آن اصول ضعیف و بیفایده مذهب باشید؟ حتی ما مسیحیان هم بعضی موقع مذهبی کار کنیم تا با انجام آنا با آسمان را یابید. با انجام غم زدن، با انجام به بت‌ها دست نگه داشتن، خود خدا نفرت داره از کسایی که به بت دست رضا کنه. به قول اون موقع رومیان گفتن که عیسی مسیح اینقدر سر شلوغی، چون تعداد مسیحیان زیاده و امه صدا بشنود، نمیتونه صدای ما رو بشنود، بس میریم به مریم، به رسولانش تکیه میکنیم که رسولانش مریم برای ما شفاعت بکنه. چون عیسی مسیح رو خداوند سر شلوغ هم باشه، خدا، خدایی که تمام کهکشان آفریده، برای من تو سر شلوغ نیست. خدا همه رو میشنوه، واسطه نمیخواد اینجا. چون عیسی مسیح سر شلوغه، برو به رسولان عیسی مسیح دست بنداز. این مذهب الان گوته داره دیگه، از این بهتر من یه خودش میبوگه. شما غیر یهودیان بیش از آن که خدای حقیقی را بشنازید خدایان خیالی خود یعنی بت‌ها را بندگی میکردید. الان که به عیسی مسیح ایمان آوردین، الان که اینا رو داره میگه به عیسی مسیح ایمان آورد، اما اکنون که خدای واقعی را یافته اید، یا بهتر بگویم خدا شما را یافته است، چرا باز میخواهید بنده آن اصول ضعیف بیفایده مذهب باشید؟ مذهب کاری برای ما انجام ندینه، دست به بتون زدن هیچ کاری برای ما انجام ندینه، آدم مرده هیچ کاری برای ما من نبکنه. تا با انجام آن با آسمان را یابید. فکر میکنیم که ما با شریعت و با کارهای مذهبی خودمون با آسمان باید را یابیم. فکر میکنیم. الان این همونو داشتم میگفتم، کسایی که مسیحی میشن خیلی ها رو ما میبینیم، کارهای عجیب غریب میکنن که بگن که مثلا من از با خدا خیلی قدرتم زیاده، خدا با منه که میتونم همه کار انجام بدم. هست همچین چیزی. منی که به عیسی مسیح ایمان آوردم، عیسی مسیح گفت همون کارهایی که من کردم تو بالاتر از اون کار رو میتونی بکنی، فقط ایمان میخواد. من میتونم دست بر مرده بذارم مرده زنده شه، ولی اینجا یه ولی داره، اما داره، که من توی افکارم 4 نفری که هست، او اگر من این دعا رو بکنم، اگر این پانش مرده، اگر اینجور، بس ایمان ندارم. اگه ایمان دارم دست بر مرده میذارم، میگم مرده رو میگم پاشو، به نام عیسی مسیح زنده شو، همینجور که عیسی مسیح میگفت. دست بر مریض میذارم، میگم مریض شفا یا به نام عیسی مسیح. ما این قدرت داریم، منتها ایمانش نداریم. شک و تدلی شیطان در دل ما میندازه، نمیذاره که ما کار خدا را انجام بدیم. ولی بعضی معلمین یا کشیشانی هستن که دیگه به قول شورش دیگه زیاد در آوردن، مثلا نمایش های بیش از حد انداختن، یک فوت بکنم همه بیفتن، یه دونه لباس من کت من اینجور تکون بدم همه بیفتن.
کارهای مذهبی بیش از حد کنیم، فکر کنیم که به خدا رسنیم. همه اعمال ما گوریم درسته، این کارو کنیم در نام خداوند، او کارو کنیم در، ولی در صورتی که مذهبی کار کردیم، خدا ما رو از مذهب آزاد آگوده، ما رو آزاد آگوده که ما آزادانه خدا پرستش بکنیم و با فکری درست و اعمالی درست، دروغ نگیم، خطا نکنیم، به مردم محبت بکنیم. همین سوره ده الان بجوزی، به مردم وقتی محبت بکنی خدا قلب شاد بنه. عیسی مسیح گونه که در روز قیامت گونه من شما رو نمیشناسم، در متای هفت فکر کنم باشه، زمان متای هفت بیرون بیارم، در متای هفت میگه عیسی مسیح میگه در روز قیامت شما میای میگه خداوند من به نام تو شفا دادم، به نام تو مرده ها رو زنده کردم، به نام تو فلان کار کردم، به نام تو بیزار کار کردم، ولی خدا میگه من شما رو نمیشناسم، برای اینکه اعمال و نیت ما درست نیست. وقتی من میرم شعبده بازی میخوام بکنم، مسیحیت نشون بدم، اعمال درستی دارم انجام نمیدم، یا مثلا پول بگیرم بیش از حد. یک کشیشی بود که کتابی نوشته بود در رابطه با مسیحیت، خیلی هم جالب بود و فروش هم خیلی رفته بود، اسم کتاب الان یادم نیست، $1,000,000 در یک ماه فروش رفت. گفت آقا من این پول رو نمیخوام، بدیم به بدبخت ها، به بیچار ها، به بچه هایی که بی سرپرستن. میدونی چرا؟ برای اینکه این پول اگر بیاد برای من، امکان داره پول ببینم عوض بشم، دیگه برای خدا اونطوری که میخوام خدمت بکنم خدمت نمیکنم. همون پولی که سالاری که به من میدیم، حقوقی که به من میدیم، بسه برای من. بعضی موقع پول آدم ها رو این رون رو میکنه. خدا نمیخواد که تو بی پول باشی، خدا نمیخواد که تو فقیر و بدبخت و درمونده باشی. خدا دوست داره که فرزندانش پولدار باشن، دوست داره فرزندانش خوشحال باشن، زندگی خوبی داشته باشن. در متای 7:21 میگه گمان نکنید هر که خود را مؤمن نشان دهد به بهشت را خواهد یافت. ممکن است ایده حتی مرا خداوند خطاب کنند اما به حضور خدا را نیابند. فقط آنانی میتوانند به حضور خدا برسند که اراده پدر آسمانی مرا به جای آورند. ما در مسیحیت هم مذهب کنیم، همین که دولت روم بوده که بعد مسیح زیاد آبایی بوده که آقا عیسی مسیح سر شلوغه، باید به مریم مقدس دست دراز دزا کنیم بگیم که همه به شفاعت بکن، به پتروس و نمیدونم متا و ای دست دراز نیاز بکنیم بگیم آقا تو می شفاعت بکن. نه، ما یک سره باید با خدا راز نیاز بکنیم، یک سره دست نیاز به سوی خدا بکنیم. ما در مسیحیت کسی نداریم که بگیم کسی، یک نفر مثلا پتروس بگم ای پتروس بوشو عیسی مسیح ورجی می شفاعت بکن. نه، نداریم همچی چیزی، خدا همچی چیزی نخنه. ایده سریعا خدا گوته داره دی، گمان نکنی که نکنی که مؤمنی، سریعا گوته داره یه خداوند. امروز بایم دست از ای شعبده بازیم کنار بذاریم، معلمین پیش خداوند بیشتر توی ذره‌بین خداوندن. شعبده بازی در بعضی موقع در تلویزیون ها، من از نظر من مسیحی من تشخیص میدم که روی خدا رو داره که نداره، من نمیتونه گول بزنم منو، ولی اون کسی که مسلمونه یا دین دیگه داره میخواد مسیر رو بشناسه با این چیزا منحرف میشه. یا نیاییم هم دیگه رو خراب بکنیم، ما نمیخوایم کسی رو خراب بکنه. خدا بر همونم رحم بکنه، زود خودش متوجه بشه که چی کاری داره میکنه، چون اونم قدرت خدا رو داره و چون خود این عطایای روح القدس در این جریان بیشتر در بدنش جریان داره، قدرت بیشتری بهش داده، میره سوء استفاده میکنه. ما انسان ها اصلا هر چیزی که زیادی به ما بدن سوء استفاده میکنیم، خودمونو گم میکنیم، چی پول باشه چی حالا روح القدس در ما جاری باشه.
خداوندن و عطایای روح القدس به ما میده، ما خودمونو گم میکنیم. یه دفعه میریم بیش از هزارون نفر آدم کتمونو تا گم میدیم، میگیم که همه بیفتین. نه، خدا اینجور نمیخواد. خدا میخواد که کلامش برسونین به قلبای بیشتری، به سوی خدا بیارین. اونم که این کار میکنه، ایمان دارم که یک روز متوجه میشه که کارش اشتباه است. باعثی همون کاری که قدرتی که خدا گذاشته براش به طور احسن از اون قدرت استفاده بکنه. ما جاج نمی کنیم کسی رو. من الان دارم اینجا میگم واقعا جاج کرده نمیش کسی. اون خدا تینه اونو بگو چی بکنه. ولی از نظر من بیننده وقتی این کارو نینم خود ناراحت آبنم. اینا مسیحیت شعبده بازی نیه. مسیحیت یه رای حقیقت، رای راستی، رای کتاب خدا رو زنده رسونینه. شریعت ندانه، غم زدن ندانه، دست به چوب چلک گرفتن ندانه. خداوند امروز خانه که ما محبت بکنیم. انسانان محبتشون، قلبشون پر از میر و محبت بون، با هم دیگه محبت بکنن. نمیسه سکو گربه با هم دیگه پرخاش بکنن. الان آره مثلا کره شمالی می مردگه هی داد فریاد کنه، خاور میانه من هر کسی نیخوش داد فریاد کرده. نه، خدا انسانو ندیر که با هم بجنگن. که ما همگی فرزندان خداییم. چی و کسی که هر دینی دنه، باوری دنه، چی و هر کسی که آدم کشته داره، اون هم فرزند خداونده. ولی رای اشتباه شده. خداوند همه کسی دوست داره. خداوند اونه باران رحمت خودمو بر خوبان و بر نیکان و بدان می بارانم. دوباره کارت قرمز ایتیم از کارگردان عزیز ما. اونه وقت تمامه. یک دعای کوچی کنم برگردم. امروز خانم ای خدای زنده در تک تک قلبای شما ایرانین خانه بدره و در قلب شما وارد بون، ساکن خانه شما بون، تا حقیقتن حقیقت بر شما آشکار بکنه و شما حقیقت بشناسیم و حقیقت شما را آزاد بکنه. امروز مذهب و چیزان بلا کنیم، باید به خدای زنده ایمان بدنیم که فقط خدا که شفا دینه، فقط خدا که دین ما رو کمک بکنه. با غم زدن و با چیزهای شریعت و ایشون به خدا من نیم برسیم، بگیم به آقا به این او دست درازی بکنیم. نه، مستقیما بشو به طرف خداوند. امروز بگوی عیسی مسیح، امروز خانم زندگی من تحول ایجاد بکنی و واقعا و آرامش الهی خداوند بر مو مستولی بکنی. ای خداوند به نام عیسی مسیح، دوستتون دارم، عاشق هرچی ایرانیم. دوست دارم که ایران ما روزی پاینده و زنده ببون و همه خدا پرست و شادی بدارن. شما رو به خدا سپرنم تا هفته دیگه. بدرود.